بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و هزاران سپاس پروردگار جهانیان رو که در فرصتی دیگه و در درسی دیگه درس های سیمای صحابه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم به این امیدی که بتونیم از این صفحات نورانی دعوت الهی در عصر اولیه دعوت ما هم برای خودمون توشه بچینیم و نوری رو برگزینیم تا بتونیم توسط اون نور به هدایت برسیم به آرامش برسیم و حقایق زندگیمون حداقل با کمی تغییر بتونیم به سمت خوبی بکشونیم داستان صحابه ای که امروز میخوایم بخونیم سیمای صحابی بزرگواری هست بانوی بزرگواری که این بانو مازاد و با ایمان صادق و پاکش دارای فصاحت و قدرت و شعر و ادبیات هست شاعر هست و با تعدادی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم ازدواج کرد که یکی پس از دیگری شهید شد به عبارتی ایشون با هر که ازدواج کرد شهادت همسرش رو به دنبال داشت حالا نه اینکه بگیم فوری بالاخره این اتفاق افتاده ببینیم داستان کی هست بله این بانوی بزرگوار آتکه بنت زید هست آتکه بنت زید کیه آتکه بنت زید ابن امر ابن نفیل قریشی هست که ایشون خب اهل مکه هست مادر ایشون کیه؟ ما قبلا مادری در مورد مادر ایشون صحبت کردیم مادر ایشون ام کوریز هست ام کوریز دختر حضرمی خوب داشته باشید اینها همه حلقه های اتصال یاران رسول خدا صلی هست آتکه بنت زید دختر ام کوریز هست در این ایشون ام کوریز هست که دختر اون حضرمی معروفه که داستان ایشون رو خوندیم که در واقع این حضرمی عبدالله ابن عمار ابن مالک است ببینیم دایی آتکه کیه دایی آتکه خب طبیعی صحابی مشهور هست علا ابن حضرمی که ما در مورد علا ابن حضرمی انشالله در آینده صحبت خواهیم کرد خاله ایشون کیه سعب بنت حضرمی که فکر کنم در مورد ایشون ما در جلسات قبل صحبت کردیم حالا اسامی یاران رسول خدا صلی علیه آنچنان زیاد شده که و تعداد که خود من هم گاهی میگم نکنه الان این قصه ای که میخونم قبلا قصه رو با هم خونده باشیم هی نگاه میکنم به مواد اشتباه بشیم بله دایی ایشون کی هستش که گفتیم که دایی ایشون علا ابن حضرمیه خاله ایشون گفتیم سعوه بنت حضرمی هست. که معروف به ام تله هست یعنی مادر طلحه ابن عبید که در مورد ایشون هم صحبت کردیم طلحه ابن عبید هم که جزو اون افرادی که جزو بشارت دهندگان به بهش از اشره مبشره هست برادر ایشون که آتک بنت زید سعید ابن زید هست که سعید زیدم خودش جزو عشره مبشره هست جزء یکی از اون ده نفری که رسول خدا صلی به بهشت وعده داده مستقیم یعنی اینها کسانی هستند که ویژه بهشت پیامبر خدا صلی در مورد این ده نفر نقل شده که حالا ما قبلا هم گفتیم الان دیگه خوب ضرورت نداره بخوام اشاره بکنیم آت که خب بین زنان قریش در بلاغت و در فصاحت و شعر و ادب خیلی معروف بود مازاد بر اینکه دارای خرد و اندیشه و رجاحت عقل بود ایشون و این از کی به ارث برده بود خوب نکته رو داشته باشید خیلی مهمه که بنت زیده زید کی از زید ابن عمرو زید ابن عمرو یکی از کسانی است که قبل از اینکه اسلام در شبه جزیره عربستان طلوع بکنه خداوند پیامبر خودش محمد صلی الله علیه و سلم رو پیامبری برگزینه زید یکی از کسانیه که در برابر این جاهلیت ایستاد دنبال حنفیت رفت یعنی پیروز ابراهیم علیه السلام یا به عبارتی توهید به فترت خودش برگشت کسی بود که ایشون نسبت به بتها در جاهلیت انتقاد میکرد و مخالفت میکرد و در اشعاری که از پدر ایشون نقل شده میگه تو وجهی له من اسلمت له الارض سخرا ثقالا من تسلیم شدم خودم رو در برابر کسی که زمین و آسمان در برابر اون تسلیم شدن و همینجوری در اشعار خودش میگه که در ادامه اون میگه و تو وجهی لمن اسلمت له المزن و عذبا ذلالا من تسلیم اون خالقی شدم که ابرهای آسمان باردار شدن و باران رو بر سر مردم بارانی گوارا رو فرو ریختن و ایشون با سراحت با بتها مخالفت میکرد به دین حنیف اومده بود و این اشعارش رو ترنم میکرد و به طرف کعبه میرفت و سجده میکرد برای الله بر اساس آین حنیف خب زید ابن امر در واقع یک عربی اصیل بود یک عرب... عربی که از نژاد اصیل قریش بود ایشون کی بود؟ ایشون پسر اموی حضرت عمر بود یا عمر ابن خطاب رضی الله عنه و خب زید در واقع از کسانی که دیگه میگم از بت پرستی اعتزال میکنه و دوری میکنه و حتی ایشون از قربانیانی که برای بتها و زریه و قبر ها به اصطلاح ما کشته میشد از خوردن اونها در همون زمان خودداری میکرد بر اساس همون فطرتی که خودش فهمیده بود و انکار میکرد اگه قربانی رخ میداد که به غیر اسم الله بود ایشون میگفت این درست نیست و میگفتش که یا معشر القریش خیلی نکته مهم ماها یعنی این وقتی انسان به فطرتش برمیگرده چگونه ای معشر قریش ایار رسول الله قطر از سمای غیر از که خداوند باران از آسمان فرستاده و یون به تو بقل الارض و این نباتات و گیاهان رو در زمین اینها رو رویانده خدا و یخلق و سائمت فتر و اینکه این, این حیوانات و چارپایان رو خلق کرده که اینا روی این بچرن ام تذبحون اول غیرها بعد اینا رو شما برای غیرالله الله دارید قربانی میکنید این به فطرت و خرد خودش به این حقیقت رسیده بود به این آینه حنیف خب طبیعتا زید از کسانی بود که به دنبال شناخت حقیقت بود و تونسته بود با رسیدن به آین هنفیت همون آین ابراهیم علیه السلام بر اساس اون چه که به دست آورده دقل در توحید به یک آرامشی برسه و خور قریشیان همیشه خطاب قرار میداد و میگفت که من باورم نمیشه شما بر دین ابراهیم هستید شما دروغ میگید مثل خیلی از مسلمانان که امروز میگن ما مسلمانیم برای غیر خدا سجده میکنن میگن ما مسلمانیم برای غیر خدا قربانی میکنن میگن ما مسلمانیم از غیر خدا شفا میخوان میگن ما مسلمانیم برای غیر خدا نذر میکنن میگن ما مسلمانیم غیر خدا رو واسطه بین خودشون و خدا میکنن و امثال این موارد ایشون هم میگن من باورم نمیشه اون پیرو ابراهیم علیه السلام باشید چرا که رفتارتون با رفتار ابراهیم نمیخوره خب این رفتار رو داشته باشید آتکه در خونه همین پدری به دنیا اومده پرورش پیدا کرده طبیعتا هم در مفاهیم توحیدی داره بالاخره یک سری آثار و جلویات جلویات هست هم در مفاهیم شعر و ادب از پدرش اینها رو یاد گرفته هم اون احساس درون خودش رو در برابر صداقت و پاکی و برخورد با جاهلیت خب تونسته این به دست بیاره قلب پاک روحیه پاک مخالفت با جاهلیت و خرافاتی که قریش باهاش مبتلا هست خودش آماده داره برای اینکه حق رو بطلبه دختری همچین فرزندی خب طبیعیه که وقتی که اسلام ظهور میکنه آتکه بنت زید هم اولین کسانی که رو به اسلام میاره و مسلمان میشه و بیعت میکنه با پیامبر خدا صلی الله و هجرت میکنه من اینها رو خواستم بگم که شما متوجه این نکته و حقیقت بشید که ببینید چگونه این آتکه بنت زید هست قبل از اسلامش که در یک پدری حنیف داره و در زمان اسلام که این گونه هست خب ببینیم شوهر ایشون کیه شوهر ایشون یکی از اصحاب پیامبره که پسر صحابه پیامبره کی کدوم صحابه پیامبر آتکه خب دارای اخلاق خوبی بود، رفتار خوبی بود، دارای سیمای زیبا و همه اون چیزهایی که یک زنی که باید برازنده باشه و دارای ایمان و همه موارد اهل خرد و اندیشه و اینها. ابن کثیر در مورد ایشون قرد نقل میکنه کانت من حسان نسا و نه از بهترین زنان و زیباترین زنان و خوش سیماترین زنان بود و از عبادت کننده ترین زنان کسانی که تسلیم بود در راه خدا. این سیمای که ابن کثیر امطل علی در مورد این صحابی بزرگوار نقل میکنه خب ایشون با کی ازدواج کرد ایشون با پسر ابوبکر صدیق خوب دقت کنید عبدالله پسر ابوبکر صدیق رضی الله عنه هما هم عبدالله صحابی پیامبره هم ابوبکر صحابی پیامبر و دوست و یار قار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست خب گفتیم که همه اون ویژگی های یک زن که رو باید داشته باشه چه ویژگی های ظاهری و چه باطنی چه روحی و ایمانی رو داره و خب طبیعی هست که در یک چنین شرایطی همسری هم که مثل عبدالله پسر ابوبکر باشه خب توجه خاصی به این داشته باشه این توجه اما یک مقداری دچار افراد شد ببینید چگونه دچار افراط شد. خب عبدالله ابن ابوبکر یا عبدالله ابن عبی بکر خب هم به همسرش علاقه داشت، هم محبت داشت هم یک دلوستگی، یک وابستگی خاصی نسبت به همسرش آتک بنت زید پیدا کرده بود. خب طبیعتاً اونم این حالت رو داشت نسبت به ایشون. خب هر دو جزء یاران رسول خدا صلی الله اما این سبب شده بود که ایشون از برخی از امور دعوی باز بمونه حتی گاهی از نمازهای جماعت مثلا ممکن باز بیمون و حالتی شده بود که خودش فکر و ذکرش رو فقط متمرکز به زندگی کرده بود شاید بشه گفت به اصطلاح امروزی حالا این کلمه عشق کلمه نامناسبیه در فرهنگ دینی کلمه محبت است چرا که عشق گاهی در تعابیر یک محبتی است غیر جنونوار که درش عقل و خرد و اندیشه نیست طرف دوچار کاری دلش میخواد میکنه و این موانع ذکر میشه در صورتی که حب و محبت اون چیزی که در لغت شرعی هست حالا ما نمیخوایم وارد این بشیم میشون محبت در یک مرحله رسیده بود که دوچار یک مشغولیت های خاص شده بود اینجا بود که ابوبکر صدیق متوجه شد پسرش دارای این حالت شده وابستگی بیش از اندازه به همسرش به گونه ای شده که این رو از بعضی امور دینی داره باز میداره و این نگرانی هم داشت که ابوبکر بارها تذکر داده بود داره می میدید که پسرش نه اون حالتی که باید داشته باشه نداشت اینجا بود که ابوبکر صدیق تصمیم گرفت که از پسرش بخواد که آتکه بنت زید رو طلاق بده خب تا اینجا داستان رو داشته باشید ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد تا جلسه بعد خدایا رو نگهدارتون باشه